خانم آقایان سلام، به پرسش و پاسخ از لندن خوش آمدید. امیدوارم خوب و سرحال باشید. پرسش و پاسخ از لندن برنامه‌ای است مستقل که برای روشنگری بر پایه گفت و شنود با کارشناسان و خبرسازان تهیه می شود و به هیچ کشور، دسته، گروه و یا حزبی وابستگی ندارد. این برنامه را میتونید از کانال ماهواره یور تایم جمعه شب و شنبه شب ساعت 21 به وقت تهران و همینطور سایت bijanfarhoodi.com و شبکه های اجتماعی یوتیوب، اکس یا توییتر سابق، تلگرام، تصویری و صوتی، فیسبوک و اینستاگرام تماشا کنید. مهمان برنامه این هفته جمعه 6 بهمن 1402 حسن شمایی زاده هستند، آهنگساز و خواننده پرآوازه در آمریکا. درود بر شما آقای شمایی زاده در لس آنجلس. درود بر همه بینندگان و درود بر شما و ممنونم که منو دعوت کردید. خواهش میکنم، ما افتخاره که در حضورتون هستیم. آقای شمایی زاده، چون این اولین حضور شما تو این برنامه هستش، ممنون میشم یه بیوگرافی کوتاه از فعالیت‌های حرفه‌ای خودتون برای مخاطبین ما بفرمایید. من متولد اصفهان هستم. تا 20 سالگی در اصفهان بودم. البته فعالیت هنری داشتم. در تئاتر اصفهان در ارکستر تئاتر ساز می‌زدم. بعد جزو بهترین دانش آموزای ایران ما 42 نفر بودیم که از اردوی رامسر، ولی فقط برای یک بار این اتفاق افتاد، ما رو به اروپا فرستادن، برای 9 کشور اروپایی. و وقتی برگشتم من یه مقدار با تفاوت‌هایی که دیده بودم به هم ریختم و دیگه از اصفهان اومدم تهران. بچه هایی که با ما بودن، اونایی که دهنشون دستشون به دهنشون میرسید، همه رفتن خارج. چیزهایی دیدم اونجا که خب با اون زندگی که ما در اصفهان متعصب شیعه زندگی کرده بودیم خیلی تفاوت داشت. موندم در تهران و یواش یواش وارد رادیو شدم. تو کلوپای شبانه ساز می‌زدم تا 1345 کلرنت می‌زدم، از 1345 تا 1351 ساکسفون می‌زدم، با چند تا ارکستر اسپانیولی و عرشیبات که ایتالیایی هم همکاری داشتم. و 1351 شروع کردم به آهنگسازی. من حدود 700 تا آهنگ دارم که 550 تاش تا حالا رجیستر شده، ولی هنوز هست. من تا 1357 که انقلاب شد، خمینی آمد به ایران و چند روز بعدش من از ایران خارج شدم. البته در حاشیه هم بگم که ایشون رفت به بیش زهرا سخنرانی کرد. سخنرانی ایشون در روزنامه اطلاعات چاپ شد. رو اصل پنجشنبه من خوندم و اتفاقا راجع موسیقی مثبت صحبت کرده بود. ولی بعدن منفی بود همه حرفاش. شنبه صبح که آیندگان اومد بیرون، دیدم اون قسمت موسیقی سانسور شده، حذف شده. بعدنم اتفاقاتی در دوروبر خونه من افتاد که با اینکه میخواستم برم ولی مجبور شدم خیلی زودتر برم. زنگ زدم به یک افسر دوستم توی فرودگاه، گفت بعد از حکومت نظامی که ساعت 5 تموم میشه بیا فرودگاه.
من ویزای 4 ساله از سفر قبلیم که شهریور قبل آمریکا رفته بودم یه ویزای 4 ساله داشتم. $5,000 از اون سفر خرج نکرده بودم، مونده بود، با خودم آورده بودم، توی گاب صندوق تو زیر زمین بود. و اونایی که به اصطلاح حمله کردن به خونه من به زیر زمین نرفتن، ولی به هر حال ما تو خونه همسایه قایم شده بودیم و 5 صبح رفتیم و اون سرگردم که گفته اسم من دیگه نیار، چون یه چند بار اسمش آوردم، ساعت 12:30 ما رو سوار SAS کرد، رفتیم به دانمارک یه شب موندیم و روز بعدش وارد آمریکا شدیم. با آشنایی که با محمود محمد یوسف کارگردان تلویزیون داشتم که واقعا خیلی به من کمک کرد، واقعا از همینجا دوباره ازش تشکر میکنم که واقعا منو پناه داد و 15 روزی مزاحم خونش بودیم تا بالاخره یه جایی گرفتیم و رفتیم. یه مدت کار میکردم تو کابره تهران، بعد پولم تموم شد، کارم کم بود، وکالت دادم، یه دونه رنیگید از این جیپا داشتم، وکالت دادم، فروختن برام، فرستادم، بلیط گرفتم، برگشتم ایران. و 2 آبان 58 دیگه برای همیشه از ایران رفتم. البته فکر نمی کردم که برای همیشه دارم میرم، ولی رفتم. اتفاقا یکی 2 هفته قبل از گروگانگیری بود، منوچهر بیبیان با من بعد از من اومد ایران، با کمک همون سرگرد دوستم وارد ایرانش کردم. زنگ زدم بهش گفتم منوچهر من باید فوری از ایران برم. گفت چرا؟ گفتم نمیدونم، ولی اخبار قراقاتیه، اخبار یه جورای عجیب غریبیه و ما 13 روز قبل از گروگانگیری از ایران خارج شدیم و اگر نشده بودیم ویزای 4 ساله ما بعد از گروگانگیری سفارت آمریکا باطل میشد و دیگه نمیتونستیم بریم. هیچ فکر میکردین این همه سال از ایران دور بمونیم؟ هرگز. آقای فرودی، من اول تیر 58 که اومدم تهران تا 2 آبان 2 آهنگ ضبط کردم، یکی برای من هیچ کجا وطن نمیشه، یکی وطنم تنها نمونی وطنم، که آقای رویگری هم اینو خوند بذارم. بله. و یه اتفاق عجیبی افتاد، انتخابات 88، روز قبل از انتخابات دیدم آقای رویگری اینو با یه تنظیم دیگه از تلویزیون جمهوری اسلامی داره پخش میشه بدون هیچ اشاره‌ای به کردیت دادن به شما. نمیدونستن مال منه، فردا نمیذاشتن پخش بشه. بله. خب الان وضعیت چجوریه برای یه هنرمند مثل شما بعد از این همه سال؟ دیگه الان دیگه به چم و خمش کار وارد شدین و همه چی دیگه بلد، یعنی خودتون مثلا میتونید خواننده های دیگه از ایران مثلا بیان اینجا که شما دستشون رو بگیرین کمکشون کنید؟ نه، من دست هیچ خواننده دیگه نمیگیرم، کافی بوده برام. ببینید جناب فرودی، تو این شوهای استعدادیابی دیدین؟ بله. گاهی صداهای خیلی زیبایی پیدا میشه، 3-4 ماه هم خیلی معروف میشن، ولی بعد از 3-4 ماه فراموش میشن. چرا؟ برای اینکه آهنگایی که میخونن آهنگایی نیست که خودشون خوندن. ببین یه خواننده وقتی خواننده رسمی میشه که یه تعداد آهنگ در پرونده خودش به اسم خودش داشته باشه و تا از خودش نداشته باشه به طور رسمی اونو به خوانندگی قبولش ندارن. هر وقت هم آهنگ خواننده دیگری رو بخونه مردم بیاد اون خواننده میفتن نه ایشون. ببین مثلا یه کسی پیدا بشه از ابی بهتر بخونه، خب این حالا باید بره یه دونه نازنین آسکان بخونه، بعد بره یه پوست شیر بخونه، بعد بیاد یه شکار بخونه،
اینو بخونه اونو بخونه تا یه پرونده درست کنه بشه خواننده. ببینید خواننده بدون حضور و کمک یک آهنگساز هرگز خواننده نمیشه. درست. الان چیکار میکنید اینجا؟ این استودیو خودتون هست و من الان فقط برای خودم کار میکنم، با تنظیم کننده های داخل ایران هم کار میکنم، گاهی با بچه های اینجا هم کار میکنم. الان مشغول کنسرت هم هستم. من استرالیا بودم، ونکوور بودم، کانادا، تورنتو بودم، آرشیبات که دبی بودم، کنسرت مختلف دارم میذارم، برنامه اجرا میکنم، بسیار موفقه، بسیار بسیار. ببینید آقای فرودی، من تو این کنسرت هم میبینم بچه های 12 ساله، 14 ساله، 16 ساله آهنگی که 50 سال پیش من خوندم و داره زمزمه میکنه، همه رو از اول بهتر از منه. منم باید از روی لپتاپ بخونم، آیپد بخونم، از روی آیپد بخونم، اون من همه رو حفظم و این افتخار منه. البته ببینید یه مثالی بزنم، آهنگ آینه فرهاد مال منه. خب این آهنگ در زمان خودش در ایران شکست عجیبی خورد، خیلی از نظر فروش شکست خورد، ولی بعد از انقلاب بسیار درخشید. چرا؟ برای اینکه از زمان خودش جلو بود. بسیار از کارهای من چون از زمان خودش جلوه، به خصوص این نسل 70-80 ها خیلی به من کمک کردن و بهتر منو شناخت. بله. به فرهاد اشاره کردید، یه سری پیام برامون اومده از طریق توییتر، سوال کردن از شما. یکی از کاربران به نام آمفوتر نوشته چرا سطح موسیقی اعتراضی امروز از زمان انقلاب پایین تره؟ برای مثال دیگه کسی ترانه محکمی همانند عمر جمعه به هزار سال میرسه رو نمیسازه. که فرهاد خوند جمعه. بله خب اون موقع اوضاع فرق میکرد، همه چپی شده بودن، همه اسلامی شده بودن و یک جنب و جوش عجیبی را افتاده بود. الان بعضی از هنرمندها رفتن تو قشر خاکستری و یه ذره محافظه کارانه با اوضاع برخورد میکنن. حتی ما دیدیم خیلی از هنرمندهای داخل کشور رو که در اوائل شروع کردن از زن زندگی آزادی حمایت کردن، ولی بعدا جا زدن. مثل کی مثلا؟ اسمشون میشه بگی؟ میخوام اسم نیارم. حالا بیارین یکی دوتا. نه بهتر اسم نیارم، ولی بودن کسانی که حمایت کردن از زن زندگی آزادی و بعد به خاطر فشارهایی که روشون بود راهشون رو عوض کردن. خود شما چی کار کردین تو این 40 سال در این در برای کمک به این جریانی که علیه آخوندها برقرار بوده از روز اول؟ زمانی که مردم، البته نه همه مردم، آقا رو در ماه می دیدن و دنبال موی آقا لای قرآن تو سوره بقره می گشتن. من تو صف بنزین بودم، تازه اعتصابات 57 اعتصابات شرکت نفت شروع شده بود، یه تو صف بنزین بودم، ماشین عقب می گفت آقا قرآن داری؟ قرآن اون موقع داشتم، الان ندارم. داشتم، بیار بیار بیار، من سوره بقره رو باز کن، موی آقا خمینی لاش افتاده. در اون زمان من داشتم آهنگ ضبط میکردم. من بیش از 40 آهنگ سیاسی و میهنی دارم که بیشترش هم در دهه 60 اجرا شده، 60 و 70 اجرا شده، با صدای خودم، با صدای دیگر خوانندگان مثل عارف، مثل شیفته، مثل ستار، خودم و خیلی های دیگه.
پرونده محکمی دارم من از آهنگای سیاسی. در این یکی دو سال اخیر جنبش زن زندگی آزادی در این جریان جنبش در این جریان اخیر من داشتم، من تا خب اون برایه که اون خواننده‌مون در ایران خوند و خیلی هم شربین. شربین خوند، خیلی موفق بود و خیلی چیزا رو ببینیم مثل اخبار میمونه دیگه، شما وقتی یه خبر مهم میاد خبرهای دیگه میره زیر. با آهنگ شربین کار ما رفتیم، داشتم من یه آهنگی داشتم به اسم سپاه، یه آهنگی داشتم به اسم گریه نکن ایران و اخیراً هم آهنگی درست کردم به اسم زن زندگی آزادی که ما اونو پخش خواهیم کرد. پخش خواهیم کرد و بعدا هم آهنگ با یه شعر دیگه با یه ورژن دیگه باز دوباره اونم اجرا خواهیم کرد. باید که گریم را از صورتم بشورم، من خشم خفته ایدم، ایران پر غرورم، من بغض کودکانم، فریاد مادرانم به ترس از انتقامم، گذشتم ز جانم چند قدم تا آزادی، بر میهن آبادی آتش جان استبداد، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، دوباره می خروشم در مشت هر خیابان، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، چه ترس از این که قلبم شود گلوله باران، خاک شکفتن ماست مزار نوجوانان، مزار نوجوانان، چند قدم تا آزادی، مرد میهن آبادی آتش جان استبداد، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، شب نفسگیر رها شدیم همیشه از بند ظلم و زنجیر، در خون و قتل عامه اسکندر و مغل هم سرخم نکرده ماندیم با غیرتی دمادم، چند قدم تا آزادی، مرد میهن آبادی آتش جان استبداد، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، تحولات سیاسی ایران رو به دقت دنبال میکنید؟ جناب فرودی، من از روزی که اومدم آمریکا تمام اوقاتم، شاید باور نکنید، تمام یعنی کار دوم من دنبال کردن اخبار و مسائل ایران بوده. به ندرت اتفاق افتاده که من فکرم از ایران دور بشه. یه چیزی هم هست که ببینید، ما اینجا ریشه دووندیم،
من تو مسابقه فوتبال وقتی که رونالدو پنالتی زد به گلر ما آیه چی بود اسمش یادم رفت و ایشون گرفت، بچه هایی که اینجا متولد شده بودند ایرانی ها سالون رو سرشون گذاشت. بیرانوند نبود، بیرانوند علیرضا بیرانوند، علیرضا بیرانوند دیگه سن بالاست و فراموشی باش داره که واقعا من همیشه مسائل رو دنبال کردم، همیشه دنبال کردم، واقعا همیشه. چی فکر میکنید راجع به ایران؟ ایران من 1360 با ایرج رستمی روزنامه ایران نیوز مصاحبه کردم، البته یه مقدار طبق سلیقه خودشون دست برده بودن توش، ولی من 4-5 دوره رو پیشبینی کردم، تندروها، بعد شکاف که اختلاف بینشون میفته، تروریسم که با مجاهدین مشکل پیدا کردن، و دوره میانه‌روها که بسیار دوره طولانی است و به اصطلاح میانه‌روها. بله به اصطلاح، بله، چون واقعا میانه‌رو نبودن. آقای خمینی یک ماه 8 ماده‌ای داد به عنوان فرمان 8 ماده‌ای، بله، که اونو به عنوان مثل دوره میانه‌روها شروعش به اون نسبت میدن. بعد معمولا بعد از این اتفاقات همیشه یه نظامی اومده جمع کرده، مثلا تو فرانسه ناپلئون، توی روسیه استالین، و بعد از انقلاب مشروطه ایران رضا شاه میاد جمع میکنه. نمیدونم، ولی به هر حال پیشگو نیستم من و پیشبینی هم نمیشه کرد، ولی آنچه که مسلمه هیچ حکومتی بدون پشتوانه مردمی نمیتونه بمونه، این یه واقعیت. البته اینا نشون دادن که با سرکوب تونستن بمونن. بله، ولی همیشگی نخواهد بود، چون همین سرکوب ها باعث ریزش میشه و همیشه در جنبش ها زمانی که نسبت ریزش به نسبت به یه نسبتی برسه حکومت سقوط میکنه. من واقعا سوالم از این بعضی از این بچه بسیجی ها اینه، از چی دارین حمایت میکنین؟ آیا شما که این همه تعصب دارید یک بار قرآن را به فارسی خوندین؟ انسانی که از تاریخ کشورش، از تاریخ دینش اطلاع، حتی اقل اطلاعات بیسیک نداشته باشه، اون آدم موثری برای جامعهش نیست. من واقعا به اینا، به این شستشوی مغزی شدگان به عنوان آدم های با ترحم نگاه میکنم. اینا آدم هایی هستن که شستشوی مغزی شدن، مریضن، به عنوان مریض باید بهشون نگاه کرد که زیر یک فشار تعصبی و چیزی قرار گرفتن که خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن. آقای شمعی‌زاده، در این هفته باز شاهده یک قتل حکومتی دیگه بودیم، یک جوان معترض در جریان جنبش زن زندگی آزادی به نام محمد قبادلو، بله شنیدم، به اتهام مسخره جنگ با خدا و مفسد فعل ارض توسط جلادان خامنه‌ای به قتل رسید. به محض اینکه این خبر اعلام شد خیلی از مردم موضع‌گیری کردن، محکوم کردن این اقدام رو، در شبکه‌های اجتماعی شاهد این اظهار نظرها بودیم. واکنش شما چی بود وقتی این خبر دردناک رو شنیدید؟ واقعا منم خیلی ناراحت شدم، خیلی بسیار ناراحت شدم. اینا واقعا فقط حذف فیزیکی رو بلدن، کار دیگه بلد نیستن بکنن. واقعا نمیدونم چی بگم، چی بخواستم بگم فراموش کردم، متاسفانه که همین موضوع بود.
یک چیزی هم امروز دیدم که دارن چشم یه نفر رو به عنوان اعتراض دارن کور میکنن. قصاص. حالا اسمش گذاشتن قصاص. واقعا چشم سلطان بدن انسان. شما که نتونستید امنیت اون مملکت رو حفظ کنید، سرداراتون ترور میشن، در جنگ کشته نمیشن، ترور میشن، دانشمنداتون ترور میشن، هنرمنداتون مثل آقای مهجویی کشته میشن. حالا برفرض که یه هنرمند مطمئن بشه، اعتماد کنه بره ایران، امنیتی وجود نداره. من یه موقعی آقای فرودی به یکی از دوستام توی دبی بحث میکرد، صحبت میکردیم، گفتم شما از آزادی یه چیزی شنیدی؟ مثال آوردم، گفتم مثل آدمی مونی که تا حالا موز نخورده، عکس موز رو دیده، بله، راجبش هم شنیده، اسمش هم شنیده، ولی هنوز نچشیده. شما از آزادی یه چیزی شنیدین، هنوز تجربه نکردین. من واقعا روز اولی که من اروپا زیاد رفته بودم، اومده بودم، اولین روزی که در شهریور 1357 که برای یه ماه گردش اومده بودم با آمریکا، اومدم لس آنجلس، اولین روزی که وارد جامعه آمریکایی شدم، تو فروشگاهشون رفتم، واقعا عاشق این مردم شدم. من به حکومتشون کاری ندارم، ولی این مردم واقعا انسانن، واقعا مهربانن، و این فضا فضای آزادی واقعیه، اون چیزی که تا کسی تجربه نکنه نمیدونه چیه. الان شما اینجا در آمریکا گرایش سیاسیتون چیه؟ جمهوری‌خواه، دموکرات، مستقل؟ من هیچ گرایشی ندارم. من اصلا دلیل نمی‌بینم قبل از اینکه حکومت عوض بشه بخوایم با هم دیگه بجنگیم و با هم دیگه به اصطلاح کلکل کنیم راجع به موضوعات سیاسیمون. اگر انشالله درست شد و صندوق رأی اومد و به راه راست رفتیم و شورش گرسنگان نشد که همه چیزو بزنه به هم، وقت هر کسی میتونن احزابو درست کنن و هر چی باید که هر کسی عقاید خودشو بگه و دنبال عقاید خودش بره. آقای شمعی‌زاده، به تازگی محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد حکومت اسلامی مدعی شده که در این سالها هیچ هنرمندی خارج از کشور نبوده که درخواست کنه و ما شرایط بازگشتش رو فراهم نکنیم، شرایط اجراش هم فراهم کردیم. نمیدونم دیدین این صحبت‌های آقای وزیر ارشاد حکومت رو. بعد یکی از خبرنگاران در جریان این کنفرانس خبری که ایشون داشته نام معین رو مطرح کرده که آیا معین میتونه بیاد یا نه. وزیر خاطر نشان کرده که او هم میتواند به وطن برگرده، حضورشون در ایران هیچ اشکالی نداره و در مرحله بعدی در مورد صدور اجازه فعالیت تصمیم گرفته خواهد شد. واکنشتون چی بود نسبت به این؟ من با خود معینان صحبت کردم. ببینید، نمیدونم گفتم این خدمتون یا نگفتم، آقای خاتمی رفت پیش خمینی گفت ما سرود ضبط کنیم، یه فتوایی بده، و ایشون فتوا داد که اگر برای از موسیقی برای لهو و لعب استفاده نشه جایزه. یعنی موسیقی الان در ایران وجود داره اما غیر رسمیه، به همین دلیل هم کنسرت ها رو میتونن بزنن به هم. اما یک کسی پیدا بشه بالاتر از خمینی و فتوا بده که اون فتوا رو عوض کنه، وقت رسمی میشه و دیگه کسی نمیتونه کنسرت ها رو به هم بزنه. ببین، اینا دعوت میکنن. آقای زیدآبادی صحبت کرده بود، به یه شکلی خیلی محافظه‌کارانه خواسته بگه که میخوان امید رو در مملکت زیاد کنن.
با آوردن معین به مردم امید بدن، یعنی همون چیزی که قبلا حروم اعلامش کردن حالا میخوان از همون به همون آویزون بشن و عرشبت که امید و در مملکت چیز. ببینید برای یک هنرمند آقای فرودی حتی اگه اعتماد بکنه بره اون امنیت تو اون کشور وجود نداره، اینا نمیتونه امنیت کسی که حفظ بکنن، همونطور که مهجوری نتونستن بکنن، همونطور که نتونستن دانشمندهای خودشون حفظ امنیت بکنن. مهجوری رو فکر میکنید نتونستن امنیت شو حفظ کنن یا اینکه خودشون این بلا رو سرش آوردن؟ بعید نیست. اونجا که گفتید آقای فرودی یادم اومد گفتن مفسد فی الارض، ببینید اینا سفسته میکنن، مغلطه میکنن، میگه وقت میگه خدا میفرماید یعنی شما هیچی نمیتونی بگی، این مغلطه است. با همون کلمه که خدا میفرماید، خدا گفته، مفسد فی الارض، این دستور خداست، جنگ با خداست. بله. در مورد این بازگشت، این پیشنهاد بازگشت، چند سال پیش هم آقای شمایزدی یادتون باشه شایعاتی رو ما شنیدیم که بعضی از خوانندگان چرا خاموش به ایران رفتن و مدتی هم اونجا بودن و بعدم با در نهایت ایمنی و امنیت. ببینید آقای فرودی ببخشید حرف زدم، حکومت های انقلابی با نوستالژی مشکل دارن، اون بچه‌ای که اینجا خواننده شدن با اونا زیادی کاری ندارن، با کسی مشکل دارن که اون چهره مثل بهروز وثوقی مردم به یاد زمان شاه میندازه. من این حرفو بازم تکرار کنم، ماو رهبر چین گفت هر اون کس که مردم را به یاد قبل از انقلاب میندازه بکشید، از بین ببرید، حتی سنگ قبرش رو بکنید که کسی یاد قبل از انقلاب نیفته. مشکل تمام انقلاب با نوستالژیه، با چهره هایی که نه هر چهره ای که مردم رو به یاد قبل از انقلاب میندازه، مثل ملک مطیعی، مثل گوگوش، مثل داریوش، مثل ابی، اینایی که مردم رو نه هر خواننده ای بله. هستن خواننده هایی که میرن و میان، ولی اینا یا اینجا خواننده شدن یا در اون حد نیستن که برای حکومت مشکل ساز باشن. یعنی اینا واقعا آقایون جمهوری اسلامی فکر میکنن با بعد از بلایی که سر حبیب آوردن که آخر سر دخ کرد، در واقع گفته پسر همه هنرمندا دخ کرده. بله. فکر میکنم واقعا هنرمندا انقدر سادن که فریب پیشنهادها اینا رو بخورن و برگردن ایران؟ چی اصلا علت فکر میکنید چیه که اصلا آمدن دوباره این مسئله رو مطرح کردن برگردین ایران؟ آقای فرودی دنبال پول هن؟ چی میخوان آقای فرودی؟ هنرمندا باور کنین گاهی تو کشورهای همسایه ایران هم احساس امنیت نمی کنن، چه برسه بخواد برن داخل ایران. شما خودتون به کدوم کشور همسایه رفتید برای برپای کنسرت؟ من اخیراً دبی بودم، پارسال استانبول بودم. من حدود 10 سال هر سال به سالی دوبار به دبی می رفتم و می اومدم. اونجا که می خواهید کنسرت برگزار کنید آیا بهتون مثلا میگن این آهنگو بخونید این آهنگو نمیتونید بخونید؟ چون یادتون اگه یادتون باشه چند سال پیش به ظاهرا به آقای ایبی گفته بودن که آهنگ خلیج فارس رو نمیتونید در امارات متحده عربی بخونید، خودشون هم در یه مصاحبه که با من داشتن اینو تایید کردن. نظرتون چیه در این مورد؟ واقعا یه خواننده باید قبول بکنه یک همچین نه من با همچین مواردی برخورد نداشتم، چون فقط یه بار یه آهنگ من به یه خانمی دادم آبادان شهر وفاست، بس یه جاش میگه خلیج فارس. من اینا بعض وقت من آهنگایی که خودم ساختم رو استیج میخونم بعضیاشو، دیدم همه ارکستر یه دفعه یه چیز دیگه گفتن، گفتم داستان چیه؟ گفتن این میگه خلیج فارس، عروس خلیج فارس دیگه نباید بگیم. همین مورد بود. ابی باید قبول میکرد که نگه نخونه ترانه خلیج فارسو به نظر شما؟ این
سوال سختیه اینو، یعنی تصمیم گیری سختی هم هست. یا شما باید از بیزنس در دبی بگذری و بخونیش یا نخونیش، توجه میکنی؟ این بستگی به اون خواننده داره و تصمیمی که میخواد بگیره. شما خودتون بودین چیکار میگه؟ من نمیتونم جای ابی تصمیم بگیرم. جای خودتون اگه بودین؟ من اگه جای خودم بودم، باز اگه حرف من بزنم باز فکر کنن که من دارم درباره ابی صحبت میکنم. بزنین از این قضیه بگذاریم. چون من اگه بگم من میخوندم، میگن ها این داره علیه ابی صحبت میکنم. بله. آقای شمایزاده، در مورد وضعیت موسیقی ایرانی صحبت بکنیم بگم، چه در داخل چه در خارج. میدونیم در داخل خب محدودیت های دست و پاگیر زیادی هست، در درجه اول دخالت های آخوندها. آقای شجریان به من میگفتن که وقتی میخواییم یک کنسرت بدیم باید 5-6 تا نهاد و فرد اینو مورد تایید قرار بده تا این کنسرت برگزار بشه. الان وضع موسیقی ایرانو چگونه میبینید؟ خیلی ها معتقدن که حال موسیقی ایرانی چه در داخل چه در خارج خوش نیست. ببینید چند تا اتفاق افتاده از 2002-2003 که موسیقی اومد آنلاین و کمپانی ها دیگه سرمایه گذاری نکردن و حدود 400-500 نفر اینجا بیکار شدن، از نوازنده، تنظیم کننده، شاعر، طراح جلد، ویدیو، این اون اون. خب موسیقی ایستاد. گاهی یه چیزای خود خواننده اونم با سعی میکنن اصلا از ایران یه چیز برایشون مجانی کار کنه و از این کار رو بکنن، یه چیز درست بکنن. خب این ضرر میزنه. راجب ایرانم ببینید، 20 سال اول که موسیقی در ایران تعطیل بوده، بسیاری از تکنیک ها به نسل های بعدی منتقل نشده. هنوز من ترانه سرایی رو ندیدم که بتونه به من توضیح بده فرق ترانه و شعر چیه. نمیدونن. وقتی هم جواب دادن، جوابا برای من قانع کننده نبوده. فرقی است بین اوزان ترانه و اوزان شعر، و این باعث میشه که دست و پای آهنگساز رو میبنده. دست و پای آهنگساز دست و پاش قفل میشه. یعنی در یک تکرار گیر میکنه، قفل میشه در یک تکرار. بعدم خب وقتی رهبر یک مملکت میگه تدریس موسیقی در دانشگاه ها جایز نیست، خب به همه چی صدمه میزنه. من در بچگی نه یه جای دیگه هم گفتم، در بچگی فکر میکردم که آخونده با از موسیقی خوششون نمیاد، ولی بعدا فهمیدم آخونده دشمن موسیقی هم. الانم اگر هست به طور غیر رسمیه، حکومت مجبور شده به خواست مردم عقب نشینی کنه و اجازه بده این کنسرت ها اجرا بشه. اوائل مگه نبود ویدیوها رو از دست مردم میگرفتن، کاست میگرفتن، جریمه میکردن، زندان میکردن. خواست مردم اونا رو عقب نشونده. حالا حجاب هم باز اونا رو عقب نشونده. اونا سعی میکنن ولی تلاش بیمارده. این مخالفتشون با تک خانی خانوم ها، این فکر کنید چه صدمه ای زده به موسیقی ما؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. ببین من به شما بگم، اگه یک اوریجی از قبل از انقلاب حتی از بین خواننده مرد و خواننده زن بگیری، ببینی اون اوریج خواننده زن خیلی از مرد بالاتره. ما در بین زنها دلکش داریم، مرضیه داریم، پوران داریم، گوش داریم، الهه داریم، که الهه واقعا تو آهنگ سولف که من با من خونده یه باربرا استرایسنده. کاش اومده بود تو همیرا که واقعا در کل خاورمیانه بی‌نظیره. در بین خواننده‌های مرد آنچنان خواننده‌ای نداشتیم. داشتیم آقای ابی، آقای ویگن،
عارف، همه اینا بودن. اما اوریج که میبینی واقعا اگر جلوی خانوما رو باز کنن، ما خوانندای بی‌نظیری خواهیم داشت. ولی تا کسی نباشه به اینا آهنگ بده و اجازه داشته باشن بخونن، همینطور صدای زن و مزرعت خوب خفه کردن، خفه، و این خوب نیست. چند سالی بود که اختلافی بین شما و عده‌ای از آهنگسازان دیگه و ترانه‌سرایان از یک سو و خانم گوگوش از سوی دیگر وجود داشت، و بعد از یه مدت ظاهراً یک توافقی بینتون حاصل شد و شما رفتین رو صحنه با گوگوش، چون قبلا نمی رفتین. یک کمی میشه اینو باز کنی دقیقا این اختلاف چی بود و چگونه به پایان رسید و آیا کاملا به پایان رسیده؟ به پایان چه نرسیده. ببینید آقای فرودی، سازنده آهنگ تایتانیک 6 ماه اول از اون 7 سنت هایی که شما سیدی رو میخریدید همی کشیر میدادید، از اون 7 سنت 20 میلیون دلار گیرش اومد. اون پولشو میگیره دیگه، کاری نداره. اسمشو گفتن اسمشو نگفتن، خواننده کجا کنسرت داره، به این چه مربوطه؟ چون هر کسی حق خودشو میگیره. تا آهنگساز و ترانه سرا نباشه خواننده ای وجود نخواهد داشت. هنوز پرویز مقصدی یه نفرین ساخته 40-60 سال پیش، هنوز آهنگ نمبر وانه، روح شاد. اونم بیشتر از 300-400 تا مگاهیت داشت، آخر تو خیابون فوت کرد. برای اینکه همه چیز به خواننده داده میشه. منم اگه نمیخوندم شاید سرنوشت بهتری از پرویز مقصدی پیدا نمیکردم. فرهنگ راه، یعنی قوانین که هست غلطه. همه چیز داده میشه به خواننده. آهنگ منو میخونه یه نفر یه گوشه دنیا، میگن آهنگ گوگوشو خون، یعنی آهنگو به اسم خوانندش میشناسه. درست آقای فرودی، من آهنگ خودم رو توی اینستاگرام میذارم با مردم شیر کنم، کمپانی اینجا منو بلاک میکنه. ما وقتی اومدیم اینجا نه زبان انگلیسی درست سایی بلد بودیم، یه زبان انگلیسی مدرسهی بلد بودیم. حالا انگلیسی هم اگه برمید زبان قانون رو نمیدونستیم، زبان قانون نمیدونستیم. یه چیزای گذاشتن جلو ما امضا کردیم، حالا میفهمیم که مثلا برداشته نوشته هایر فور ورک، حالا میفهمیم هایر فور ورک یعنی چی، یعنی همه چیز من مال اونه. من 700 تا آهنگ دارم، هر خواننده شما بگیر از فتانه که اون آهنگ نامهربونه رو بگیر برو تا چشم من و دستای داریوش و شکار ابی، یا اون 30-20 آهنگ که من به گوگوش دادم، اینا همه صاحب داره. الان آهنگی که 50 و چند سال پیش در ایران صفحه شده، اینجا کسی صاحبش شده که تازه اینجا کمپانی باز کرده. چرا؟ برای اینکه ما قانون بلد نبودیم. اونو الان صاحبن، صاحبش هم هستن. از کار آهنگسازی هیچ چیز به ما نرسیده. یه پول جزئی گاهی گرفتیم برای دلخوش کنک یه آهنگ داریم. آهنگ دو پنجره رو اون موقع من دادم 1000 تومن گرفتم، الان 100 تا صاحب داریم. دو تا کمپانی دارن سر با هم می جنگن که کدومش صاحبشه. صاحب اصلی منم، اون دو تا کمپانی دارن با هم می جنگن. خب پس این اختلاف حل نشده اینطور که شما میفرمایید؟ ببینید قانون هست، متأ قانون باید رعایت بشه. ببینید کنسرت ها که میذارن باید اینا اسم آهنگا رو به سالن رد کنن و سالن میره به گما یا با EMI، اونجا یه حقوقی بر ما در نظر، یه حقوق جزئی. البته بعضی از اینا میشه بپرسم چقدر آیه من خدمت بده، بعضی از اینا حتی میره اسم آهنگا رو عوض میکنن. گوگوش نیدم این کارو بکنه، ولی شنیدم میره اسم آهنگا رو عوض میکنن
یه چیزی به ما نرسه. تازه یه آقایی بود در آلمان، اسم بیارم؟ خواهش میکنم. به اسم آقای قرقوزلو. اون موقع پول آلمان مارک بود، آلمان غربی. آلمان غربی عصبانی شده از من که گما ما رو 300 هزار مارک جریمه کرده چون ما اسم و انگار عوض کردیم. حالا دیگه نه دیگه، خودش من رو دعوت کرد به کنسرت هاش. شد دشمن من که تو چرا رفتی عضو گما شدی که گما بیاد ما رو 300 هزار مارک جریمه کنه. من ول کردم دیگه، اصلا کاری ندارم. قرار بود بگین که چقدر، گفتین یه چیز جزئی بهتون میدن، چقدر هست؟ مثلا $200 $300 بابت یه کنسرت. عجب. خب چطور شد که بس شما اوائل نمی رفتین با خانم بوش رو صحنه، بعد رفتید و بعد ادهی می گفتن من که من پول خوبی دریافت کردن رفتن رو صحنه؟ خانم بوش اومد اینجا، منم خیلی 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 دوستش دارم، اما انگلگی هم داشتم ازش. بعد از 12 سال که اومده بود به من تلفن کرد، گفت میشه من آهنگ هیاهورم منم بخونم؟ گفتم بخون. یعنی بعد از 12 سال به خاطر آهنگ هیاهو به من زنگ زد، خواست آهنگ بخونه، منم اجازه دادم، ایشونم خون. بسیارم موفق بود، برای خودش هم خیلی کار کرد. بعد از اون یه ذره روابط ما رو آقای رها اعتمادی برپا کرد. یعنی آقای رها اعتمادی بود که باعث اون تور شد و خانم گوشم استقبال کرد و تور بسیار خوبی هم بود، خیلی هم موفق. آیا برای اون تور به شما مبلغ خاصی پرداخت شد؟ چیزی بالاخره یه چیزی گرفتید؟ یعنی راضی بودید که رفتید رو؟ اگه راضی نبودم که قبول نمی‌کردم. بیشتر من جنبه معنویش برام مهم بود تا پولش. بله. در این مورد نکته دیگه هست بخواییم بفرمایید خودتون، من اگه نپرسیدم؟ نه چیزی به خاطرم نمیاد. باش هم ازادی، در مورد اون زمان خداحافظی با صحنه کمی صحبت کنیم. که یک هنرمند باید تصمیم بگیره که دیگه به اوج رسیده و باید بره کنار؟ چون ما شاهد این هستیم که بعضی از هنرمندا میان و اعلام میکنن این تور جهانی آخری ما هست، آخرین تور جهانی ما هست، و میرن کنسرت میدن، دوباره یه تور دیگه، یه تور دیگه. بعضی هاشون تا حالا 9 تا یا 10 تا تور خداحافظی داشتن، حتما خودتون هم میدونید. کی باید یک هنرمند واقعا خداحافظی؟ ببین اینا میان خداحافظی میکنن، واقعا میخوان برن، اما یه تکنیک های تکنولوژی جدید میاد که میتونه ببردشون رو صحنه و حواس میکنن دوره برن رو صحنه. داستان اینه. برای اون میرن رو صحنه یا برای پول؟ کدومه؟ ببین خواننده عشقش اینه که بره صحنه. این تکنولوژی که میگم خودم هم خیلی تعجب کردم که چجوری استفاده میکنن. یکی از موسیقی‌ها برام تعریف کرد، با اون تکنولوژی میرن روسن، صدا واقعی نیست ولی کسی متوجه نمیشه. خب صحنه رو دوست دارن. شما میتونی از دوربین جدا شی بعد از این همه سال؟ سخته برات. درست. اونو خواننده همینه، خواننده دوست داره رو صحنه باشه. پس چرا میان اعلام میکنن که این آخرین تورمونه؟ واقعا میخواستن اعلام کنن برن. اعلام میکنن میرن، بعد میبینن خالی میشن. میبینن خالی میشن، دیگه وجود ندارن. دوست دارن دوباره برگردن برن. باور کنید به خاطر پولش نیست. من فکر میکنم به خاطر پولش نیست، به خاطر اون خواستشه، باسته اون حسشه، اون دوست داشتن روی صحنه است. خوبه که شما اینو فرمودید و این نکته رو برای خیلی از دوستان حل کردید. در مورد سوالاتی که از کاربران دریافت کردیم، کاربری به نام جک جونز پرسیده آیا به نظر شما در مراحل پیش روی انقلاب زن، زندگی آزادی، سروده های انقلابی رنگ و بوی تندتری به خود خواهد گرفت؟ حتما حتما، هرچی بریم جلو رنگ و بوی تندتری میگیره. ببین کی فوش میده؟ اون که ضعیفه، اون که دستش به هیچ جا نمیرسه،
ما چرا به حکومت فوش میدیم؟ من که اون فعلا از ما قوی تره، تفنگ دستشه. ببین تو کشورهای نپیشرفته مثل نروژ وقتی چاهای نفت میفته دستی عده‌ای، اینا پولدار میشن، آدم هایر میکنن و هر کاری دلشون بخواد میکنن. دختر هاشمی رفسنجانی اواخر گفتش که تا موقعی که پول تو ایران زیاده انقلاب نمیشه. البته من مخالفم با این حرف، اینا فقط دوربر خودشون رو دارن نگاه میکنن. من اینجوریه. و یکی دیگر از دوستان پرسیده، عبدی دریا 88 نوشته ایشون با دفاع مشروع مخالف هستند. یعنی شما با دفاع مشروع مخالف هستند؟ اینطور نوشتن. من همچی حرف فکر میکنم همچی حرفی زده باشم. یعنی در جریان مبارزات در داخل کشور اگر مثلا حمله میشه به شهروندان، شهروندان این حقو دارن که از خودشون دفاع کنن در برابر پاسداران و بسیج. 100% حق داره، هر کسی حق داره از خودش دفاع کنه. پس شما موافقین با دفاعش؟ شاید ایشون حرفو درست نفهم متوجه نشده. ببین مبارزات چند گونه است. یه نوع گاندی و هر چی بود که ماندلا و ایناست که یا شورش سیاهان در ایران در آمریکا، اینا از مبارزات بدون خشونت استفاده میکنن، خیلی هم جواب میده. ولی این دلیل این نیست که اگه بهشون حمله شد از خودشون دفاع نکنن. پس شما موافقه که در ایران هم میتونن؟ فیلم گاندی رو دیدین؟ بله. یه صحنه هست که چند نفری میان اینا رو هی کتک میزنن، میخوان از همون چهار نفر دیگه میان جاشون، دوره چهار نفر دیگه میان جاشون، دوره چهار نفر. مبارزات بدون خشونت حسنش اینه وقتی ادامه پیدا میکنه باعث ریزش میشه. من شخصا معتقدم تا ریزش به حد نصاب نرسه اتفاقی نمیفته و این ریزش داره هر روز و هر روز بیشتر میشه. و من معتقدم مردم باید از کسی که از اونها جدا میشه استقبال کنن، نگن آقا این از خودشونه، اون هزار وصله بهش نچسبونن، بپذیرینش. طرف رفته تو زندان، هزار ضرب و شتم هم شده، هم میگن نه آقا این از خودشونه. همش دنبال اون داستان دایجان ناپلیونی هستیم. بعد پاسدار میخواییم فوش بدین بدین، بسیج رو میخواییم فوش بدین بدین، اما من فکر میکنم اگر راهی پیدا کنین که اونا رو طرف خودتون بکشین، آگاهی بهشون بدین. چرا حکومت این همه سخنرانی میکنه، این همه چیز میکنه؟ برای این که برای من و شما نمیکنه، اینو برای طرفدارای خودش میکنه که ریزش نکنن، از اطرافش دور نشن. من شخصا معتقدم یکی از مهمترین راه‌ها ریزشه، تشویق به ریزشه، آگاهی دادن باعث ریزش میشه. مثلا من گفتم که من راجب خونه خودم اعتراض کردم، هر ظلمی چه کوچک باشه چه بزرگ باشه باید مطرح بشه. خونه بچه های من در مقابل کسایی که کشته میشن هیچی نیست، اما نشانی از حق بر باطله. اشتباهاتش رو باید گفت تا مردم، تا بیشتر بیان طرف مردم و اون قشر خاکستری بیشتر بیدار بشه. اتفاقا یکی از کاربران به نام ویکتور فرمند در مورد خونه تون پرسیده، سرنوشت این خونه در تهران چی شد؟ این خونه تالا گویا به یه روایت 8 دست، به یه روایت 5 دست گشته و ستاد اجرایی امام اینو فروخته. من میدونم به چه، به 4 نفر فروخت دفعه اول: عبدالعلی شایان، مهدی شایان، یه خانمی به اسم فولادی. بعدن شنیدم اینا
خونه بچه های من جایزه این عاملین 67ه، یعنی اونا دستور میدن اینا رو اعدام کنی، یه کسایی باید اعدام بکنن. این گروه، یکی از اون 7-8 تا گروه، این 4 نفر بودن، 3 تاشون شایانن، یکیشون، و خونه ما رو به عنوان جایزه دادن به اینا. بعدن البته اینا، این سند بهش میگن ماده 147، یعنی مال ستاره، یعنی مصادره شده. بعد اینا رو مثلا نصف قیمت میخرن، خیلی اون دفعه اولش خیلی ارزون خریدن، بعد هی دست به دست گشته، الان دست یه 2-3 نفره میخوان آپارتمان سازی کنن. من با سرصدایی که کردم و دوستانم، هموطنانم، عزیزانم، اینا اومدن اعتراض کردن و اینا آنلاین به اصطلاح سرصدا شده، اینا فعلا دست نگه داشتن، ولی اینا میخوان اینجا آپارتمان سازی کنن و پیش فروش کنن. گفتم من برای پیش فروش کردن تا مزاحمتون میشه، اینقدر بسازید و بشینید، بالاخره این حکومت عوض میشه. من هم ببینیم آقای فرودی، من اینو گفتم، من در 81 سالگی دنبال مال دنیا نیستم، این مال بچه های منه، به خصوص دخترم که نگرانشم. من پسرم دندون پزشکه، از پس خودش برمیاد، دختر من بیشتر نگران دخترمم و این مال اوناست، من به خاطر اونا خودم به آباتیش میزنم، ولا من چه نیازی دارم؟ من زندگیم اینجا خوبه، راحتم، تو همین خونه هم که نشستم الان، با اینکه باید 10 سال از قسطش مونده به بانک بدیم هنوز، ولی بالاخره یه جایی نشستیم، خدا رو شکر. توجه میکنی؟ شما تا حالا اجاره نشین بودی؟ بله. میدونی در اجاره آخر ما چه دردی داره؟ من 15 سال در تهران اجاره نشین بودم. خوشنشین، اجاره نشین، خوشنشین. قدیما میگفتن خوشنشین، حالا بدنشینه. فقط آرزو داشتم که خونه باشه که من آخر ماه این نگرانی اجاره نداشته باشم. با 1000 بدبختی اون خونه رو ساختم، فقط 11 ماه تو اون خونه نشستم. و این طوفان اومد، طوفان نکبت اومد و ما رو آواره کرد. از نمیخواستم بگم ولی بذار بگم. روز دوشنبه بود، خمینی پنجشنبه اومد، دوشنبه بود، از مسجد جماران به من یکی همسایه‌مون خبر داد قراره بیان طرف خونه‌ت. یه عده اومدن جلو در خونه من، شروع کردن شعار دادن، بعد حمله کردن و غارت کردن. عجب. که اونجا تو اون شعر میگم دخترکم دیده بود از اون بالای ایوان عروسه که بی سرش در وسط خیابان، که واقعیت داره. خونه یه سرگرد همسایه‌مون قایم شده بودیم ما، که بعد از همون زیرزمین که اونا غارتگران نرفتن توی زیرزمین، پاسپورت ها و اینا رو برداشتیم و با هم دوستم زنگ زدم که گفتم چی شد، رفتیم فرودگاه اومدیم. ببینید جناب فرودی، در آخر بگم، وقت هست بگم؟ استدام کنم، کجا بفهم؟ عرب و ترک های عثمانی با یه ایدولوژیه که یا غنیمت یا بهشت. تونستن تا عثمانی ها تونستن تا نصف اروپا تا پشت دیوارهای لهستان برن، چون ایدولوژی داشتن، میدونن که یا من غنیمت چیه؟ غارت دیگه، میتونم غارت کنم، کنیز بگیرم، مال بگیرم، پول بگیرم، کشته شدم میرم بهشت. و با این ایدولوژی اینا تونستن این وضعیت رو به وجود بیارن. آقای خمینی هم وقتی اومد گفت ایران جزو غنایم اسلام است. در واقع آقای خمینی خواست که برگردونه به مشروعه، مشروطه رو به برگردونه به اون آخوند، اسمش چی بود یادم رفت، همیشه اسمش تو مغزم بود، که دارش زدن
زمان مشروطیت. بله، این خواست برگردونه به اون زمان، میخواد زمان به عقب برگردونم. زمان به عقب بر نمیگرده و اینا میخوان با زور زمان برگردونن به عقب. و ما متعجبم که یک نفر، مغز یک نفر، تصمیم گرده یک نفر بخواد با زندگی 90 میلیون بازی کنه. و آخرین حرف من آقای فرهادی، واقعا در این سپاه، در این ارتش یک مرد با غیرت وجود نداره که از این مردم بی پناه حمایت بکنه؟ واقعا که شاید هم هستن، جرأت نمی کنن. امیدوارم که از بین اینا آدم های پیدا بشن که به نفع مردم، مطمئن بشن مردم هم ازشون حمایت خواهند کرد. ما منتظر یه آدم با غیرت وطن پرست هستیم. بله، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پرسش و پاسخ از لندن. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. من باورم نمیشد شما گفتین 81 سالتون، چون اصلا نشون نمیده که جناب شمایزاده. قربون شما، لطف دارین، تشکر کنیم. تشکر میکنم، ممنونم. به قول کجی میگفت یه هنرمند اگه خودش آراسته میکنه به بینندش احترام گذاشت. 100%. ممنونم. قربون شما، خیلی ممنون. با سپاس از حسن شمایزادی عزیز برای شرکت در برنامه پرسش و پاسخ از لندن. و با سپاس از شما دوستان گرامی در ایران و دیگر نقاط جهان که تماشاگر این برنامه بودید. پرسش و پاسخ از لندن از طریق کانال ماهواره یور تایم جمعه و شنبه ساعت 21 به وقت تهران و وبسایت bijanfarhoodi.com، شبکه‌های اجتماعی اکس یا توییتر سابق، تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک پخش می شود. در یوتیوب با کلیک روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار اون میتونید مشترک کانال ما بشوید و هر ویدیویی رو که پست میکنیم بلافاصله از اون باخبر بشید و جزو نخستین بینندگانش باشید. تا برنامه دیگر، ساعت خوشی برای شما آرزومندم. ایام بکام، زن، زندگی، آزادی.